چی چیزایی گفتن برادارا، موضوع مثل که در پیش مردمی که پیشتر همین به اصطلاح پاتریوتیزم یا که وطن دوستی اگر معلوماتی نداشتن، امروز انشالله امید هستم که معلوماتی کامل گرفتن در همه موضوعی که چی معنا دارد، سبب بر چی بود که اینا تصمیم گرفتن این کار را در این وقت بعد 30 سال این کار را تصمیم گرفتن انجام دادن. و من این چیزا را نمیخوام اشاره بکنم، چیز دیگری که در ذهن من هست از تاریخ همین اصطلاح پاتریوتیزم یا که وطن دوستی اصطلاح سیاسی است. پاتریوتیزم اصلا این کلمه سیاسی است که مثال از سال گفتم میتونیم از عصر 18 به این طرف مثال بسیار دولت ها ای را قبول کردن، بسیار کشور ها، بسیار مردم ها. و من در همه امینا نگاه میکنی مسئله قبول کردن قانون وطن دوستاری یا که پاتریوتیزم اینا اشاره به چی میکنن؟ میگه که در وقتی که همون حکومت ها اصلا اکثرا حکومت ها استبدادی اینا قبول میکنن، در حالت خودشون احساس میکنن که در بین مردم و بین حکومت ها فاصله به وجود آمده است، به اعتمادی به وجود آمده است، این در اینا چی کردن تصمیم گرفتن این خیلی قانون ها را قبول بکنن. و ما شاهد حال هستیم که خصوصی را میبینیم در روسیه، در بلاروسیا و دیگه حتی در امریکا و بعد کشورها در این موضوع صحبت میشود، درس میشود، لیکن قانون قبول کردن اکثرا در دولت های استبدادی اینا همچون قانون قبول میکنن. و این از نگاه منطق همین خیلی پاتریوتیسم قانون قبول کردن دو نقطه مهم در اینجا دارد. نقطه اولش که اینا باز میخواهند که بالای مردم تسلط پیدا بکنه از روی قانونی، هر کسی که اونا را تابع نمی باشد، اطاعت قانون نمی کند. حتی که شما شاهد حال هستیم که همه ما شما که در تاجیکستان دیگر چیزی که نمون که اونا راهی مردم، راهی آزادی مردم، راهی گفتار مردم، راهی فکر اندیشه مردم بند کردن، دیگه همه راه ها را بند کردن، دیگه این مرحله های بعدی هستن. از این بعد هم میشود، از این بعد دیگر مرحله و دیگر قانون هم قبول میکنن، لیکن این در برای چی که این زیاد بعد از 30 سالی را قبول کردن؟ اینا هر راه های هر برنامه ای که گرفتن که تا که مردم خاموش بکنن، دیدن که تا اینکه مردم دیگر قربان میشود، مردم دیگر نمیترسد، روز به روز اعتماد از بین حکومت، یعنی حکومت های استبدادی و مردم دور میشود. و اینا میخواهند که از یک نگاه که بالای مردم دیگر سیطره پیدا کنن، سیطره قانونی مردم جزا بتین، یعنی اصلا هدفش اساسی همی است. هدف اساسی همین است که توی که مردم بتونن در هر عادی ترین سرکشیشون یا که عادی ترین ناراضگیشون اونا رو سرکوبی قانونی بکنن. در حالی که ما شما خبر دارید که اکثر مردمی که امروز پشت زندان شیدگیان، پشت میلای زندان رفتگیان، خصوصا کسایی که فکر اندیشه آزاد یا که ابراز اندیشه کردن یا که وقت موضوع سیاسی پیشنهاد کردن، در یگان قانون جنایی نیست که یک انسانی که فکرش آزاد بیان میکند یا اینکه یک فعالیت سیاسی میکند، یگان قانون کدکس جنایتی وجود ندارد که اون سرکوب شود، اون به جوابگری کشیده شود. و این را میبینیم ما شما که هر چیزی که بالای همه آزاداندیشان اینا کردن، اینا فقط اتهامات تجاوز، اتهامات قلابی، اتهامات دیگر چیزایی که تا اینکه اینا دلیل یک اتهامی داشته باشند اونا چیکنن. ببینید در اینا یگان تش اونا ما ندیدیم که یک فعالیت سیاسی کرد اونا چیکنن. حتی همین نماینده حرکت چیزی سیاسی، حزب سیاسی سوسیال دموکرات بود که محمود قدینایف، همون در حقیقت مردونوار طلب کرد که توی که اجازت بپرسد. همینو اگر ببینند که اتهامات زدگی اونا، عموماً اصل هدف و کارشون همین بود که این همین انسان را خاموش کنند، این همین مردم را خاموش کردند. لیکن امروز هم مسئله پاتریوتیزم اینا خطر احساس میکنند، اینا نوباوری که بینشون اوجه بین مردم و بین خودشون شدند، بعد این راه به چی گرفتگی هستند. و دیگر منطقی که اگر ببینین، اگر امیر انالیز بکنین، در حالتی که اگر شما در موضوع پاتریوتیزم گپ بزنید حکومت رحمانوف، خب برای چی ارمی را شما پولکی کردین؟
فسادی که در ارمیه وجود دارد و خریدن مسئله پاتریوتیزم اگر تعریف شد به موزه گفتیم که اصطلاح سیاسی است و اینکه انسان به اون اندازه که از جان و مال همه چیزش میگذره اونا پاتریوتیزم میگن. حاضره تاجیکستان همون کسی که پاتریوتیزم یعنی که وطن دوستداری و از خود گذری که همین چیزی که ما در تعریف همین ماهیت همین پاتریوتیزم میبینیم، هر کسی که این پیش کردن اونا قربان شدن رفتن، برای حکومت رحمانوی را قبول ندارد. اما کسایی که در حقیقت وطن دوستن و همون چیز میگم قربانی برای وطن و ملت میکنن و رحمانوف خطری که دو احساس میکنه که مردم محبت بالای او پیدا میکنن، همیر به صرف نظر میکنه که او پاتریوتیزم داره نداره دیگه ایر از من میبره. امروز در کشور ما مسئله پاتریوتیزم یک کلمه پوچه است، دیگر چیزی نیست. امروز کی پاتریوتیزم کی میتوند از خود گذره؟ مردم مجبور مثال از عبادت من میکند، میگه تو برای کپروک بساز، تو روح بساز. این را نشان میده که ما یک نشانه پاتریوتیزم است که انسان ببین برای آبادی وطن و کشور و ملتش. و در آخرین سخنش میگه که با تشبوسی پیشوای ملت این راه ساخته شده. بله بله باشد. در دوری همه اتحاد شوروی بدنده در تاجیکستان یک برنامه رنده وجود داشت در تلویزیون. رنده این همی تنقید میکرد، در هر کارخانه بدون اطلاع داخل میشید، همی کاری که ارکی میکرد دلیر امومالی عینی همی کار میکرد، خبر نمیکردن، در همه ارگنزس ها داخل میشیدن، تمام چیز او را تفتیش میکردن، صورت میگرسن میپرتون مستقیما. این برنامه رنده بگی در دور شوروی این چیز وجود داشت. یکی متاسفانه این نمونه پاتریوتیزم که برادر ذکر کردی، اونا دیگر برادرای بدن، جوانای بدن که اونا در وجود چون اینا نه تعلیم یافته خارج بدن، نه 10 سال آخر شون در خارج گذرونده بدن، یک همون چیستکراف نمیگم، همون خونی تازه تاجیکی وطن دوستی. حتی اگر اگر کارهای مثبت رژیم امروز را میدیدن ذکر میکردن، میگفتن اینجا خیلی خوب کدام چیز ساختن، کدام کاری خوبی انجام دادن. اما برای اینها همون طرفی که از منفی حرف میزدن اوش خوش نامد. صد در صد در برای حال مشکلاتی اصلا امین است که برای چین ما و شما پاتریوتیزم ما قبول، همین چیزی که اینا قبول قانون قبول کردن ما قبول نمیکنیم، چون که همش تضاد است، بر همون حالت فعلی مردم تضاد است. در حال ببینید مثلا اگر ما، من شخصا از تجربه خود میگم، وقتی که در دانشگاه استاد بودم مسئله وطن دوستی و در چی میگن در وایه وطن دوستی پرورش کردن همو طلبای و استودنت ها یک بود، در استراتژی همه دانشگاه ها بود، همه کشور وجود داشت، حاجت به قبول کردن قانون نبود. این روز مجبور مردم محبت وطن یا که محبت مثال رژیم به مردم مجبور تحمل کردن، در صورت تحمل نکردن یعنی قبول نکردن، اونا را به جزا کشیدن است، دیگر چیزی نیست. اکثرا همین قانون را میبینیم کشورهایی که دیکتاتورن، همون اعتماد مردم نسبت به کم میشه، بعدا نمی کوشش میکنن مردم بگن که این شما باید وطن دوست بداری و وطن خلاصا جای مقدسه. اما در پشت همه همین رو میبینی اصلا شما باید همین نظام فعلی را دوست بداری که مجبوری دیگر اصلا یک کاری برای اون ملت کردگی نیستن. حتی روسیه با خدا ایم مسکوی خاگم پد مسکوی برا رهاش نمی جزیر. ما همین هم سفر را که رفتیم از همین جا حرکت کردیم، خلاصا شویتسیه، دنمارک، نیدرلند، بلژیم، فرانسه تا لولوای اسپانیا را از اون طرف اخی چی بگوی دیگه این مرد. در آخرترین گوشه یک کشور یعنی اروپایی یک شهروند تو همونجا را افتوبوس می روه، تو همونجا را برق می کشن، گاز باشه گاز می بره. بعد یا چخیل دیگه وطنشون یا دوست ندارن. خیلی درست، من گفت خیلی یک چیز تایید میکنم ده. مثلا ببینیم روز در اوروپا یک مشکلاتی خیلی جدی مردم متوجه هستن، مشکلات انرژتیکی، بالا رفتن انفلاسیای پول، بالا رفتن مثلا قیمت مواد سوخت، همه اینا بالای مردم تاثیر کرده است. ناراضگی اگر همی پیش می بود
امکان زیاد داشت که تحولات اجتماعی در داخل همه این کشورها شود. ببینید که همه مردم انمو هدف پاتریوتیسم اینمیجا است که برای باقی ماندن امنیت اروپا، برای اینکه دولت اوکراین که در داخل اتحاد اروپا داخل می شود از نگاه جغرافی، اگر چند که عذر نباشد، یعنی احساس کردن که جنگ در داخل اروپا داخل شده است، تمامی همین سختی ها را این امروز از فردا باز قیمت سوجوری باز بالا می رود، همه همین چیزا مردم چه یعنی تعاون هر دو جانبه درست است، دولت ها چیز شونه اندازه پایان برده ایستادن، مردم هم قیمتی را قبول کرده ایستادن. تو یکی اینا ببینین آخران بر اومدی رئیس اروپارلمنت گفت فقط مشکلات حل راه در چی است؟ در میدان جنگ است، دیگر راه قفاگردی نیست. برای همین اینا نشونه پاتریوتیسم اینه مردم ها بین همی قد خودگذاری، همی قد پول مال باور بکنه که خیلی برای خریدن یک دستگاه نمون PVO را که چند میلیون قیمت داره امروز با میلیارد ها چی کرده استودن. این همی انگلیشونای پاتریوتیسم است که این همی مردم برای باقی موندن امنیت این همی کشور اروپا این همی صرف میکنن. کسایی بدن مثل دولت چی؟ ونگریا دیده که نشونه اعتراض کرد و دیگر چیزا بیان کرد، حتی گفتنش که اختیار داری که از اروپا بیرون شایی. امروز برای منفیت عمومی را ما فکر کرده ایستادیم. برای همین حتی که ببین که تقریبا زیاده از چند میلیارد دلار که برای کمپنساسیا یعنی جبران پلی که در عهد کووید اومده بود برای اون میدادن، حتی از همون محروم شید. برای چی؟ برای که مخالفت کرد که ما برای جنگ اوکراین کمک نکنیم. نه، اینا آشکار گفته شدن که امنیت اروپا را، امنیت انرژتیکی، امنیت عمومی ما اروپا را باید برقرار بکنیم. او شخصی خودش برآمد مخالفت کرد. این موقع چی شد؟ به هر حال چیزی که من میخوام دیگر در موضوع یک بار اشاره بکنم، باز برادران صحبت بکنن، مسئله ای است که اگر در حقیقتا همین مسئله پاتریوتیسم اینا اگر حاجت به این نبود که قانون قبول بکنن، چون پیش از اینکه یک قانون قبول بکنین حالت مردم در ارمی هستن، حالت چونه خوب کنین، تأمینات چونه بکنین، انشالله امید دارم که این مثال قانون قبول کرده ایشون درد سری خشون میشوه. فقط یکی مردم آگاه شوند، ما باید زیادتر اصلا ما باید که مکمل نمی برنامه نمی کدام کشورهایی که اینمی قانون قبول کردن و سبب قبول کردنش و نتیجهش باید با مردم همی خیلی اعلق کرده با مردم را بتیم بفهمن درک بکنن مسئولیتی خود چونه انشالله یک بیداری مردم می باشد.